هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. در خبرها حتما به اطلاعتان رسانده شده که ایران صدها و یا هزاران تن از نظامیان سابق ارتش افغانستان که در ایران به سر میبرند ثبت نام میکنه و تا به جنگ اوکراین فرستاده شوند. خب، این مسئله را ما در مباحث بعدی خدمت شما دنبال میکنیم، اما قضیه بر سر از است که برای ایران گزینه های زیادی است و همچنان در برابر ایران چالش های بسیار سختی در حال ایجاد است که مسئله 40مین روز اعتراضات هم بر شما توضیح خواهد دادم که چرا طولانی شد. فعلا ناتو از استقامت آذربایجان بسیار بسیار مشتاق است که با ایران به جنگ بکشد. ایران قوات های زیادی را برده، قوات های موشکی، موتوریزه و پهپادی همه را برده برای بسطلا برای مقابله با یک رویداد، برای حفظ متقدم یک رویداد بسطلا. سپاه پاسداران لشکرهای خوب زیری را کلش مستقر کرده. قضیه اصلا بر سر ای است که این لشکرکشی در واقع برای مقابله با ترکیه و اسرائیل است که امریکا هم در ماجرا شامل است. آذربایجان با اتکا به اسرائیل و ترکیه یک نوع رویکرد تهاجمی تر نسبت به ایران پیدا کرده و خصوصا بعد از جنگ اخیر در قره‌باغ که به اصطلاح ساحه سرحد بین ارمنستان و ایران هم به 28 کیلومتر محدود ساخته. یعنی فقط یک دالان، یک دهلیز کم عرض باقی مانده. حال قرار است به اثر تحرکات جدید که کاملا مرز ایران با ارمنستان بسته کنند. یعنی امو ساحه سیونیک به اصطلاح بگیرن و ایران رابطش کاملا ارتباطش با روسیه قطع شد و همچنان با نخجوان و با خود ارمنستان بسیار حیاتی است. این بستن دروازه ارمنستان برای ایران تغییر ژئوپلیتیک بسیار مهم در منطقه قفقاز است که ایران ایره بسیار بسیار به شدت پاسخ نظامی خواهد داد. بعد از جنگ 44 روزه در خزان 2020 این منطقه یک منطقه بسیار بسیار حساس شده و روابط راهبردی با ارمنستان به وسیله ایران راهبردی تر شده است. او جنگ با کمک مستقیم ترکیه در سایه سکوت روسیه و پیشرفت های گسترده‌ای که صورت گرفت انجام گرفت. حال آذری ها با استفاده از گرفتاری روسیه در محور اوکراین قصد دارند تا منطقه باقی مانده سرحد که وصل میکنه ایران به ارمنستان، نخجوان و روسیه ایران قطع بکنن. یعنی بر شما میخوایم بگویم که اعلان جنگ است. اگر شما شاید بگوین که والا ما خود در هیچ جایی نشنیدیم، از کجا میگی یا پاره، این چیزا کلش تحقیقات میشه. معمولا رسانه ها چیزایی را میگن که اتفاق میفتن، باز میگن که اونجا انفجار شد، اینقدر نفر کشته شدن. این مسائلی که من خدمت شما بیان میکنم مسائل تحقیقات استراتژیک است. خب حالا ارتش ایران در مرز با آذربایجان مستقر شده چی پیامی داره؟ یک پیامش است که هوشدار است که ما هرگز از 28 کیلومتر مرز مشترک خود با ارمنستان صرف نظر نمی کنیم. این خط قرمز ایران است. ولو که ایران 10 ولایتش سقوط هم کرده باشه این منطقه را نمی مانه. پیام روشن این رزمایش بر باکو و ترکیه است و پیام اصلیش به اسرائیل است. خط سرخ سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز اما عدم تغییر ژئوپلیتیک در مرز هاست. یعنی ایران آینده وقتی که حتی ممکن است
دوباره خاکهای از دست رفته ایران که در زمان روس تزاری گرفته شده دوباره به دست بیاره، از این مسیر است. خب پس شما شاید فکر کنید که پس ممکن است جنگ مستقیم اجتناب ناپذیر شود. بله هم بله هم خیر، به دلیل زی که این جنگ جنگ بسیار هزینه بردار است. ایرانیا سعی میکنن با وجودی که مانع تغییر ژئوپلیتیک شوند در حوزه میدانی و دفاعی و نظامی در امی حد رزمایش باقی بمانند. اگر اونا حمله نکنند اینا حمله نخواهند کرد، اما اگر آذری ها دست به بستن مرز استراتژیک بزنند ایران به طور قطع آذربایجان اشغال خواهد کرد. در این قسم مسائل ایرانی ها شوخی ندارن با کسی. خب بسیاری ناظران ایرانی نوعی مسائل توضیح میدن که بیشتر توضیحات نرم افزاری است، اما توضیحات نرم افزاری در حد یک دیپلماسی روزانه و فریبنده است. اردوگاه رادیکال قدرت در ایران خودش برای هجوم وحشتناک به آذربایجان آماده میکنن. این ما و بینوان اهل افغانستان که مسائل دنبال میکنن میفهمن. ایرانیا خب ایرانیا تقسیم هستن، کسایی که در خارج از کشور هستن، کسایی که اصلاح طلب هستن، کسایی که سلطنت طلب هستن، کسایی که به هر طیفی وابسته هستن افکار و برداشت های معین خود دارن. اونا بیشتر از حوادث روزانی ایران که مثلا در خیابان ها چی اتفاق می افتد متاثر هستن و نظریات روزانیشان شکل می گیرن تا جایی که من می فهم. در داخل ایران رده و یا رگه اصلی قدرت دقیقا همون چیزی را میگه آماده میشه که من خدمت شما رو توضیح داد. ناسیونالیستا در دستگاه قدرت حتی انتقاد میکنن به حکومت ایران که شما برنامه ریزیتان درست نیست، عمل کرده دولت در برابر آذربایجان ضعیف است و از این قبیل مسائل، و همین مسائل باعث شده که ایران دیگر در دگرگونی های حوزه قفقاز بازیگر اصلی نباشد. انتقاد ناسیونالیست حتی به این شکل است، اما چنین نیست. ایرانی ها که بغیر از ایران امروز 5-6 کشور دیگر را گرفتن و با وسیله سپاه قدس اداره میشه، مرز اصلی خود و سرزمین اصلی خود هرگز هرگز به کسی واگذار نمیکنه و تحمل نداره، خصوصا بستن مرز استراتژیک با ارمنستان. به هر حال ترکیه و اسرائیل در جنگ 44 روزه بازیگر اصلی بودن و ای باز ایران یک روز می ترکد. چرا؟ ایران در چندین کشور دیگه در گیر جنگ است. حال بازیگر اصلی در منطقه اساسا روس ها هستن، اما مشغول جنگ اوکراین هستن. اما چرا ما باید اضافه نکنیم که ایران هم مشغول جنگ اوکراین است؟ از جمله اشاره کردم به خشونکشی از میان افغان ها که حال یک نیرو تشکیل میدن. اون نیرو در صبح فردایی که در اوکراین ماموریت اجرا میکنه به طرف آسیای میانه و افغانستان بازگشت خواهد کرد. یه حرف ماست. بنابراین ای که ایران در حال انفعال قرار داره از ریشه نادرست است. ایران یک رژیمی است که چه به شکل نرم افزاری و چه در موضع عمل قاطع همیشه تهاجمی عمل میکنه. به مو اندازه که سریع دست به تهاجم میزنن گاه تهاجم در حال انجام خود متوقف میکنه تا به دام نیفتد، مثل زمانی که 11 نفر از دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی در مزار شریف افغانستان کشته شد. اما عین مانور کردن که امروز مانور اما عین مانوری که در سرحدات با آذربایجان انجام میدن، اما به دام نیفتادن. براستی او یک دام بود. اما قضیه آذربایجان بالاتر از کشته شدن دیپلمات‌ها است.
و در اینجا با وجود از اینکه می دانند دام هست، ممکن است به روزی مجبور شوند که هم به دام برن و هم دامگاه را ویران بکنند. نظر ما ای است. چرا؟ هزینه هایی که ممکن است در اثر انفعال در مرز با آذربایجان عاید ایران شود به مراتب سنگین تر از هزینه است که مثلا در زمان طالبان پرداختند. سود و زیان تقابل با آذربایجان در هر صورتش ایران او را قبول کرده. حتی اگر باکو رسما تغییرات جیوپولیتیک منطقه را کلید بزنه، بعضی ها میگن که ایران نخواهد جنگید. ناظران ایرانی میگن، اما کاملا اشتباه میکنن. ما در دیپلماسی ایرانی مقالات بسیار پیش پا افتاده رو میبینیم که از کشور خود یک عامل خونسا تصویر میدن. چون این چیزی نیست. ما که مسائل مثل عملیاتی و اپراتیفی میبینیم، ما میبینیم که کاملا قضیه برعکس است. واقعیتی است که ایران فعلا تمایل به جنگ یعنی بیشتر از رزمایش نداره. چرا؟ سیاست ثابت غرب استفاده از حربه های مختلف است، مثلا برای تحریک طرف مقابل در جهت آغاز جنگ که عالی هم امیر خمس. در افغانستان هم امیر تحریکات شروع شده تا پای ایران به جنگ بکشانند. حسن کاظمی قومی دیروز گفت که تلاش میشه که جنگ ما با طالبان آغاز شود. در این شکی نیست تلاش ها وجود داره، اما قبل از این تلاش ها، تلاش های تمهید به صلاح به شکل تمهیدی ایران آغاز شده است که اونا قشون و لشکر از اردوی سابق عمدتا تاجیکا تشکیل دادند. بنام اوکراین است، اما کاربردش در افغانستان است. تبلیغات رسانه‌های اروپایی آمریکایی، ما شما دیدیم که بیشتر تبلیغات سرعت دادن تا پوتین نسبت تجاوز بزنه. خب اما ایران ناظران خوشباور ایرانی بیشتر میگن. از زمانی که یاناکوویچ در 2014 در اثر کودتای آنی آزوفا سرنگون شد، جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده بود. عالمی برنامه در مرزها با افغانستان و مرزها با آذربایجان دنبال میشه. از دو طرف پا ایران میخوان بکشانن به جنگ. و یاد ما باشه که ایران در آذربایجان مستقیم خواهد جنگید، اما در افغانستان به شکل نیابتی خواهد جنگید. نیروی نیابتی ایران چندین نوع است. یکی مفرزه است که در داخل افغانستان مستقر است، یکی که حال خشونی که تازه درست میکنه با نام اوکراین، و دیگه هم فاطمیون داخل نمیکنه به دلیل از اینکه ایرانی ها در جایی که سونی ها اکثریت دارن فاطمیون داخل نمیکنه. روز سوریه اگه استثناء بود که تحت نام حفاظت از حرم او یک در ترکیب حزب الله و روسیه و دیگرا فاطمیون دیسانت کردن. در افغانستان تا که بسیار بسیار مجبور نشن نمی کنن. اول چی میگنن؟ اهل تسنن پیش میکنن. ایرانی ها یاد دارن که قبل از اینکه خودشان مستقیم بجنگن، تشکیلات نظامی که به همین منظور پیشا پیش درست میکنن اونا بجنگن. یعنی پیش از اینکه جنگ به خاک ایران بکشه، جنگ در خاک دیگران انجام میشه. نظر من یه است. بنابراین من فکر میکنم که آنچه که حسن کاظمی قومی به ارتباط تلاش های شدید امریکا به خاطر کشانیدن پای ایران و جنگ با طالبان گفت، یه است که ایرانی ها این مسئله را از چندین جهت به شیوه خودشان دنبال خواهد کردن که جنگ مستقیم با اردوی ایران کمتر محتمل است، شاید آخرین گزینه باشه. ایرانی ها اگر بخواهند طالبان را چنان درگیر یک جنگ از چهار طرف می سازن که کاملا ایران یادشان بره. تکرار میکنم،
کسایی که خب بدبینی و خوشبینی و چیزهای رو ما میمانیم گم، کی مخالف ایران است کی نیست، کی ما قضیه را بر مردم خود شرح میدیم. بر طالبان میگیم که جنگ با ایران جنگ چند جانبه اما مستقیم نخواد بود، ایران شما را هرگز نمیمانه که مستقیم به جنگش برین طوری که امریکایی ها میکن. یک زمان شمخانی وزیر دفاع بود در ایران، او یک دم یک شرط زبانی کرد، گفت که ما از هرات تا خوست در کنترل ماست. خب ما چیزی نمیگیم اما این نمیتونه یک چیزهای وجود دارد از نظر پوشش عملیاتی و اپراتیفی. ایرانی ها هنوز حتی امون مفرزه های نیمه خوابیده خود 2% هم بیدار نساختن، فعال نکردن در داخل قلم روی افغانستان، به دلیل از اینکه ظاهرا دوست طالب هستند. نگاهده بسیار طالب ها در ایران زندگی میکنند، فامیل هایشان است، در دانشگاه ها تحصیل میکنند، روابطشان خوب است و حتی یک بخشی از طالب ها طالب ایرانی است، خصوصا شورای هلمند و همین 2 نفری که اخیرا از صحنه اداره و صلاحیت های طالبان حذف شدن، مثل ملا قیوم ذاکر و صدر ابراهیم. اینا از عوامل کلیدی ایران هستند. بنان ظرفیت های از اینا خواستند در هلمند که یک منطقه بسیار مهم است، یک سرش به پاکستان وصل است، دیگه سرش به ایران وصل است. اونا تمام تدابیر خود دارن. حالا در منطقه قفقاز اینا رو وقتی که من مطمئن هستم وقتی که در منطقه قفقاز ایران رو به جنگ کشاندن، حمله و تهاجم از استقامت هرات و فرا و نیمروز حتمی است، به شکل گروپ های متفرقه ناشناس، گروپ های خودسر، این چیزا حتمی شد. یعنی این یک نوع عملیات گازنبوری است که علیه ایران پلان شده و ایرانی ها این مسائل بهتر از ما میدانه. ما که در بیرون از این قضایا قرار داریم، ما که میفهمیم و عقل ساده خود دنبال میکنیم، اونا کاملا این مسائل میدانه. بنابراین تحولات در چارچوب زمانی و مکانی قابل تفسیر است، هم در سرحدات با افغانستان و هم در سرحدات با آذربایجان. ایرانی ها هزینهش هم میدانه و میخاطر است که طالبا نسبت به قشونسازی جدید از سوی ایرانی ها از جمع نیروهای امنیتی سابق افغانستان باید بسیار ترسیده باشند. این شوخی نیست. گذشته از این قشونکشی، اگر جبهه مقاومت اینا کمک میکردن در خوستفرنگ، در اندراب و پنشیر، امروز کابل در دست طالب نمی بود. ای کار میکنن در زمانی که ایجاب بکنن. ما یادآور شدم که همه چیز آل در چارچوب زمانی و مکانی مطابق مصلحت قابل اجرا است. بنابراین ما فکر میکنم که ایرانی ها با اشتباه خود به خاطر مزاوجت سیاسی هر چند کوتاه مدت با طالبا اشتباهات سختی انجام دادن، زمان از دست دادن، اما حالا زمان از دست نمیتن، اوضاع در تغییر است. طالبا وابستگی و همگرایی خود به امریکایی ها روز تا روز آشکارتر ساختن و هیچ یک از مطالبات کشورهای منطقه که طالبا را به ضد امریکا کمک کرده بودند، روسیه، چین و ایران، و مطالبات از اینا ترتیبی اثر نداده. نه دولت فراگیری وجود داره، نه آشتی با مردم وجود داره، نه مبارزه با سازمان‌های تروریستی خارجی انجام گرفته، هیچی. بنام یک تجدید نظر در مورد طالبا در حال انجام است. این تجدید نظر من فکر میکنم که حتی در سطح محافل امریکایی و اروپایی هم است و ای چه بسا که کشورهای منطقه روسیه، چین، ایران و هند در یک برنامه واحد طالبا را به این شکلی که هستند از صحنه بردارند. تا برنامه بعد.